وزارت می میگوید که آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه هرات مهار شده است و اقدامات برای طی مراحل کالاهای تجارتی انجام شده است گواهان رویداد میگویند شعله های آتش بسیار بزرگ بوده و صدها تانکر مواد سوخت و گاز مایع تم آتش سوزی شده است شماری از گواهان نیز از حمله به تانکرهای مواد سوخت و برخورد راکت خبر میدهند اما مقام های حکومتی در این مورد چیزی نمی‌گویند. که محتارا ما در گرفته ما در بدر شدیم بیچاره شدیم هر کدوم به یک تیلر چهار نفر شریک بودیم است نیست ما برفته ما از ما تیلرها ماند صاحبارا تاجرها در بدر شد تاجر هم در بدر شد بارای نابا سخته شد میوا سوخت تانکرا گاز سوخت تلا سوخت با چی دلیل اینا 20 روز میشه که در اسلام قلعه استاد بود کی اینا رو 20 روز در اسلام قلعه استاد کرده بود گاز نفت تل مواد برق مواد غذایی مواد خام فابریکا 20 روز در گمرک رو اسلام قلعه با کدام دلیل استاد بود امروز دوستای عزیز این حاضرین ای جمع که میبینیم همه مواد خام از اینا و از هر کدام یک الاده دو برای سوخته و علت ازیر ما به شما میگم که ما به تک تک مسئولین در مرکز رسانده و این نگرانی خورد شش ماه جلوتر چهار ماه جلوتر روز پیش به اداره امور گمرک هرات باید در قدم اول انتقال پیدا بکنه پس به شهر انتقال پیدا بکنه شما میبینید که مسیر شارای هرات اسلام قلعه امنیت نیست تجار و سرمایه گذار نمیتونه با خاطر آرام به با گمرک اسلام غلب بره و محصول بکنه شما دیدین که دیروز با این حادثه از یک طرف حادثه آتش سوزی رخ داده از یک طرف دیگه چور و چپاول صورت گرفته دولت باید ایره ردیابی بکنه که کی کسی بوده که عامل از کی چی کسی هسته که تربار هشت روز در گمروک نگام داره او را چرا نگاه میداره با چی دلیل یک چیز فاسد شوندنی شما ببینید در حدود 300 تا تریلی تربار چقدر پولی میشه این سرمایه ملی همین کشوره امروز این فاسد میشه تاجر امروز شکست میشه این ضرر و زیان به کیه به مردم همین کشوره به دولت همین کشور برمیگرده به مردم و همین کشور آتش چیزی از داخل گمرک از من از منو موته که تانکرا تیل و تانکرا گاز از اونجا شروع شد ما مسمیران میره محترم ایران بود ما برگشت دادن یارا <تصفح> نزدیک پنج متر خوبم هم لمبهش رسید باز در خهامه خود خدا از خامه کشید هم موتر همکارای ما که اینا را از آتش دور بکنن فعلا در شاهراه هست تحت حراست نیروهای امنیتی ما اینا به مقاصد خود میرسه و تلاش ما است که جلوگیری از تو استفاده های بعدی بکنیم و از همه اتعادی ها و شرکت ها تجار تقاضای همکاری را داریم که برای جن... شناسایی اموال خود با ما همکار باشند حجم وسیع از اموال تجارتی در آتش سوخته مشخص نیست ولی نگرانی ما را بسیار سخت و شدید ما را متاثر ساخته چنین حوادثی یک شک اقتصادی به سکتور خصوصی افغانستان خسارات جانی متاسفانه وجود داره هم خسارات مالی انگفت غیر قابل تصوری به وجود آمده فوران میکنه در حال این فجاره حکومت افغانستان از آغاز بررسی های حیات ایزامی به اسلام قل خبر داده و میگویند میزان دقیق خسارات بجا مانده از این رویداد مشخص نیست. در همین حال اعتصاب کاری سرافان و رانندگان موترهای باربری و آتشتازی در گمرک اسلام قلعه هرات سبب افزایش بهای مواد سوخت و خوراکی در افغانستان به ویژه کابل شده است شهریان کابل میگویند که با گذشت هر روز بهای مواد سوخت و خوراکی افزایش می یابد و این امر باعث نگرانی شده است یک کیلومتر و مثلا ما چهار راسته صفه 14 و 13 رو ما تصف علت چی علت همینه که هر کی میاد 200 دلار دو نو 20 تا میخوره ما که به صف مستقیم میایم میگه نه شما بعد همینجا باش کی میخوره مدیر گمرک میخوره قماندان گمرک میخوره سربازی تا بریم به ادم یک دست لعنتی میکنه برو کی اصلا سوال میکنه کی میپرسه تازه خدای قربونی غم کوری نکنه غم کردی اگر اول مردم بیگ دیشت این ماشینا مردم نموسه همه میتونست بدر کنه تو بغلمون رو کلا نمینم ماشین بود دولت نمیدیش دولت تاکو تو دیش کوی برو در بنو تانکرا تا اسلام قله خراب میکنه ایدات سری بر از اینا داده که اموال سری الاشتاء یا سری الفساد در مرحله اول باید پروسس کنن اینا هر کسی که این یا تجاری است یا درایور است که اینا ادام میکنن و سر چشم بیاین بر ما به اثبات برسانن و می کمیته که توضیف شده نه تنها کمیته بر ما بگوین ثبوت کنن باز ما امو کارمند که دمی دخیل است بدلی و قضای مرفیش میکنیم ما بارها, بارها بارها به جانب وزارت محترم ملی ریاست عمومی گمرکات بارها بارها چندین سال اعلان میکنه که در گمرک اسلام بده وجود نداره واقعا مشکل زیاد است زرگان ها وجود نداره اصلا گمروک اسلام قله برای تیم مسئولات گروه اصلا ساخته نشده یک دشت ویرانی میه تیم رایل واقعا جای تصمیم احمدی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع پاسخ می‌دهد. بسیار خوش آمدین مهمانان من برای بس آقای فعاد احمدی سخنگو و مشاور وزارت تجارت و صنعت آقای نظیر احمد خلیل معاون شورای انسجام ترانسپورت زمینی افغانستان بسیار خوش آمدین بسیار خوش آمدین چرا آتش سوزی در گمرک اسلام قرار صورت گرفت؟ بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت شما جناب آقای خلیل و بینندگان تلویزیون آرکانا چرا این مسئله بعد از بررسی هیئتی که به هرات اعزام شده مشخص خواهد شد هیئت بر خاطر از ای رفت که از ابعاد مختلف بحثی که چرا در بندر اسلام قلعه اول ای تعداد موتر در روج تجمع شده بود یا در پارکینگ نگهداری می شد و ای که چگونه اتفاق افتاد یه آتش سوزی که باعث اون فاجعه بزرگ تجارتی در هرات شد که هیئت رفته بررسی میکنه پس از بررسی ما میتونیم دقیقا بگویم که چه تعداد موتر در این حادثه حریق شده اموال مردم شامل چه چیز و اموال تاجر ما شامل چه چیز ها در این رویداد از کاملا از بین رفته چه کارهایی در زمان شروع این حادثه به صلاح از طرف مقامات معلی هرات صورت گرفت از طرف خود مسئولین گمرک هرات صورت گرفت چرا این مسئله رو ما باید بگذاریم به نتیجه بررسی هیئت با که به در هرات همه همه هم کنون هم او زر نظر دارم زرار هایی که رسیده میگن که بیش از 100 میلیون دلار است درست است؟ ببینیم ما گفتم هنوز برای خود ما مشخص نیست تجار یک تعداد کسایی که به اصطلاح سرمایه‌شون در دست چی است ببینیم سکتور خصوصی اعلان میکنه بیشتر از 100 میلیون دلار در روز ابتدا آمدن گفتن 50 میلیون دلار آقای رحمانی رئیس پارلمان افغانستان ایر تا 700 میلیون دلار ایر آمدن مطرح کردن هیچ مشخص نیست که واقعیت این قضیه که چی مقدار پول در یادسه به صلاح حریق شده پول منظور من اون موتر و کالاست هر کس یک چیزی یک مبلغ رو مطرح میکنه بهترین راه برای ما از آدرس وزارت صنعت و تجارت است که نتیجه تحقیق هیئت با صلاحیتی که در هرات در حال حاضر روی آتش که در بندر گمرک اسلام قلعه صورت گرفته او را به مردم اعلام کنیم در قبال آن گفته ما مسئولیت داریم که هیئت رفته تحقیق میکنه ما میگیم این تعداد موتر این تعداد اموال تاجر محترم ما در یادسه حریق شده و خوشبینی ما فعلا همین است که وزارت محترم مالی اعلام کرده که جبران خساره صورت میگیره و وضعیت بازار هم اکنون که ما با شما صحبت میکنم تغییر کرده از 75 تا 90 روپه گاز است و از تا 60 65 روپه تیل رسیده شما به خاطر بحث ذخایر استراتژیک و مداخله در بازار چی دارین؟ ببینیم حادثه سه روز پیش در حراد اتفاق افتاده اگر تمرکز آن کسایی که دست به گران فروشی امروز زدن بحثشون بحث اسلام قلعه هرات باشه این بین است ما در زمان گسترش ویروس کرونا بازار کنترل کردن یک مرز ما یکی از مرزهای ما بندر اسلام قلعه حادثه ناگوار اتفاق افتاد موتورای تل عریق شد موتورای گاز معریق شد مواد سوختی مواد غذایی معریق شد اما اون به آن پیمانه نبود که سر تمام مواد سوختی و غذایی کل افغانستان تاثیر داشته باشه یک تعداد افراد سودجو یک تعداد افراد فرصت طلب مثل که گاهن در سالهای گذشته در زمان فصل سرما در زمان رسیدن ماه مبارک رمضان و در اوایل گسترش ویروس کرونا ما دیدیم خود سر آمدن قیمت ها رو بالا بردن دقیقا اونا همین کار کردن گاز در زمان قبل از این حادثه تو خریداری کرده مواد غذایی قبل از این حادثه خریداری کرده امروز کالا تو فکر میکنی که مواد غذایی وجود نداره مواد سوختی نداره قیمت میاری بالا این بی انصافی است خب این بی از نبود سیستم درست و مدوان حکومت افغانستان است نه چون این مسئله نیست ببینید سیستم. یک کار وقتی که صورت... سیستم و فساد باعث شد که اسلام قلا آتش گرفت درست نه. است این این حرف شماست نه حرف من است حرف اسلام خلاص که دوتش گرفته دیگه حرف اس... گفته که مستند میگن از گذشته فساد وجود داره من پیشتر هم مطرح کردم چرا همین مسئله بحث فساد خاص نمیسازم تا آمگویی صورت میگیره میان میگن که فساد در بندر در گمرکات وجود داره ببینید تجار و دریوری که موتر داره چیخ میزنه در اسلام که بلیاز خدا فساد است چند روز پیش امی امی امی, اسلام قلعه را چور نکردن جنگ نشد دروازه اتاقه دفترشون نزدن آقای احمدی چرا کتمان میکنین؟ ببینیم بس کتمان نیست ما برای شما میگم به صورت عام نه به صورت خاص بیان ده بگن در فلان شعبه در فلان جا اونم اگر مربوط به وزارت باشه اونم اگه باشم دیگه شما, شما تو چند, تو چند شما تو چند چند میگیری من هدف نه من میگم که چند پیسہ میگیری شما یک سیستم صحب صحبت میکنم سارنوال تا نمو از وزارت تجارت تا است وزارت ترانسپورت تا نمو تارست. وزارت اقتصاد تا است. کدام این این, این چیزی که من میگم این با مشکل مردم چی غصه دادن مردم چی غصش برامده امروز تمام بندرایتون بند نیست مزدوت نیست تمام بند چرا بند است در بحث تجارت بند نیست رفت آمد صورت می آن... اما آنچه که چرا بند شده بعضی از تجارت ما خب شما نماینده وزارت ترانسپورت هم دارم خب اینا از انسجام این هستند آقای چرا چنین شده چرا چنین اول خب از آتش گرفتن ما سر زیر بنای ترانسپورتی صحبت می کردیم زیر بنای مشکل کلان در اسلام قلعه بود که امروز بیش از صدها موتر آتش گرفت در اسلام قلعه بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما و سلام به تمام بیننده های تلویزیون آریانا ما خدمت شما باید عرض بکنم که وضعیتی که در اسلام قلا صورت گرفت وضعیت بالای تمام بخش تجارت افغانستان تاثیر منفی گذاشته و یک پول بسیار گذافی از تاجرهای افغانستان دیجه نابود شده یقینا نبود ساختارای اساسی برای حفظ و نگهداری مال تاجر یکی از عوامل اساسیش است که به اینجا حکومت باید پاسخگو باشه نبود زیربناهای ترانسپورتی که یکی از عوامل بسیار کلانی وضعیت است که بنادر افغانستان در تمام افغانستان فاقد داشتن زیربناهای ترانسپورتی و دیپوهای زخایر اموال بر مال تاجر است این یا کلش عواملی است که باعث شد تا ایتوری یک حادثه دلخراش صورت بگیره و من متعیقن هستم که ای اولین حادثه نخواد بود و خاطر ای که در تمام بنادر افغانستان وضعیت مانند اسلام قلاس فساد چور چپاول بهدارگی و به تنظیمی باعث شده که این وضعیت به وجود بیاید و من باور دارم که خدای نخواسته اگر بالای کار صورت نگیرد در بنادر دیگه افغانستان هم وضعیت تکرار شود چرا ترانسپورت زمینی تمامش استاد است؟ خب ترانسپورت زمینی خو بر شما معلوم است که ترانسپورت یک بدنی اساسی اقتصاد کشور تشکیل می و دوش و دوش تاجرای مملکت برای عمل و نقل اموال از از داخل و خارج شب روز با تاجرا یک جای کار میکنه و در بیبود وضعیت اقتصاد مملکت یک رکن اساسی است و شما بهتر معلوم است که سال گذشته بنا به مشکلاتی که در بخش ترانسپورت وجود داشت اخازی چور چپاول دزدی راگیری ناامنی ما با حضور رئیس جمهور افغانستان رفتیم و با اونا عملا روی روی صحبت کردیم روی حلی چالش ها و مشکلات رئیس جمهور افغانستان از تمام چالش هایی که بود سه موضوع را بسیار اساسی هدایت داد تا حل شود یک هدایت شانی بود که دیگه هیچ از وسایتی که در دا داخل جغرافی های افغانستان کار میکنن چی مسافربری چی باربری از اینا پول خدمات کمیشن ترانسپورت گرفته نشه موضوع دومشان موضوع تنظیم خدمات ترانسپورت شهری بود و موضوع سیامشان رفتن ملی بس به سکتور خصوصی بود تا عرضه خدمات بهتر در شهر کابل بر مردم صورت بگیرد متاسفانه با تغییراتی که در وزارت ترانسپورت آمد با عیت رهبری که در وزارت ترانسپورت جدید آمد خلاف حکم رئیس جمهور خلاف فرمان رئیس جمهور اینا به تمام بنادر خود مکتوب دادن تا پول فیزیکی را دوباره جمع بکنن جمع پول فیزیکی و موجودیت بنادر در شهرها باعث کندی کار ترانسپورت میشه باعث ایجاد فساد گسترده ده ای امور شده و مردم نمیخواهند که پول خود به شکل فیزیکی برای مامورین ترانسپورت تسلیم بکنه اونمو پولی که ما به سیستم اسیکودا با وزارت مالیه تسلیم کردیم خوشبختانه با وجود که امسال کرونا بود و تردد وسایل در کشور بسیار کم بود و همچنان وسایت داخلی را به جمهور از پرداخت کمیشن ترانسپورتی ماف دانسته بود بر علاوه 200 میلیون دیگه هم از سالهای قبلی که وزارت ترانسپورت پول جمع کرده بود سیستم اسیکودا بالاتر پول جمع کرده بود این می تختی وزارت ترانسپورت بود سکتور خصوصی و روی نامنیایی که در آها اخاذی وجود داره روی مشکلاتی که در ترازوهای وزارت فایده وجود داره اینا مجبور شدن که هیچکس پرسان نکرد. و این خود تاثیر کلان سر بازار است بازار, خب. بازار بازار با مشکل رو برو کرد خب یقینا شما میفهمین که سکتور ترانسپورت هم جمع مردم افغانستان هستند اونایی که توقف هم کردن اونا هم کسایی که ناناورای خانواده و فامیل خود هستند از اینمی بازاری که پولش قیمت میشه گرانی میشه اونا هم رنگ میبرن ولی مجبوریت به جای رسید که هیچ کس بازخواست نکرد بنان وقتی که حکومت مشکل مردم خدا بازخواست نکنه وقتی که رسیدگی صورت نگیره مردم مجبور است به با تنگ با جنگ آید بجنگ آید. بله های یک کوتاه بعض دوباره گردیم که ذخایر استراتژیک چی چی خواهد کرد دوباره خوش آمدین آقای فاود احمدی آل نوبتی رسید که ما شما بحث داشتیم بارا به خاطر زخایر استراتژیک شما زخایر استراتژیک در بازار بکشین تا مردم با مشکل روبرو برو نشن تان باشه که اگر گاز بالا بره تیل بارا بره مردم گریوان وزارت تجارت خواهند گرفت ببینید و در, در جبه اول در خط اول مشاورش است ببینین در بحث زخایر استراتژیک در افغانستان این کار صورت میگیره به با پاسد می اما یک مسئله رو میخوام مطرح بسازم که ما در زمان گسترش ویروس کرونا در افغانستان که تمام مرزها بند بود حتی پروازها نبود در میان ولایات موتر که بماند که به جای خود چه موتر مسافر بری چه موترهای های بار بری. ما در اون زمان به او پیمانی که در این دو روز برخی افراد سوجو آمدن سوء استفاده میکنن و قیمتار خود سر میان بالا میبرن در اون زمان ما, ن... ما ای کاری افراد انجام ندادن در روز زمانی که دنیا به یک اپیدمی جهانی مبارزه میکرد و تمام مرزها بسته بود اما امروز ببینیم یک آتش در بندر اسلام قلعه شده یک تعداد افراد خودسر بازم تاکید میکنم خود استفاده ببینیم شکایت میکنین یا پیشنهاد میکنین ببینیم من دارن این کارو میکنن. ای میکنن یک تعداد من شکایت میکنین یا میکنین ببینیم آقای وارث اسرت یک تعداد افراد همه یک تعداد و این ای میشه که قیمت ها خیلی بالا رفته ما به او افراد میگم وزارت صنعت و تجارت به او افراد با با آنچه که قانون بر از او اجازه داده با اونا برخورد میکنه حالا برخورد به او پیمانی که شما در برنامه قبلی گفتیم چوب دست نه مطابق به قانون قانون بر ما اجازه داده با کسایی که از بازار سوء استفاده میکنن با اونا برخورد کنیم او ب... تا کار نه. برخورد ما میکنیم هر روز این رسانه نشر میکنیم او برخورد, برخورد چوب دست ب... نیازه است برخ نه ب... چوب دست به که در هر دوکان یک نفر ما موظف است شما... یک نفر یک نفر موظف استاد شما... کنیم فقط این قیمت ده... بالا کرد برش بگیم که آقا جان دستش بگیریم همچین چیزی در هیچ نقطه دنیا نیه. یک بحث دیگه برمیگرده به مسئولیت شهروندی شهروندان در بحث توقف موترها گفته جناب آقای خلیل درست است اونا شهروند همین مملکت هستند از خود همی افغانستان هستند افغان هستند اما در همین تو شرایطی در همی تو شرایطی این میکنه با اینکه که من موثق خبر دارم که وزارت ترانسپورت دولت جمهوری اسلامی افغانستان دوباره امر داده که فعلا تکس پولی گرفته نشه فعلا گرفته نشه اما باز هم اینا دست به احتساب خود ادامه دادن چرا چنین کردن دیگه چی میخواین از خودشان بپرسید نه شما،, شما چی فکر میکنین چی شما چی فکر میکنین بحث اونا مطرح میکنن بکس تکسپولیک که اون مسئله حل شد وزارت ترانسپورت گفت نگیرین وزارت ترانسپورت گفت نگیرین ما مکتوبش پیش خود ما داریم ها. که بر ما گفته شد بر ما گفته شد که و در ابتدا امی قضیه وقتی که مطرح شد وزیر سبه صنعت و تجارت با جناب وزیر سبه ترانسپورت صحبت کردن و خانه حلی قضیه شدن یک تعداد موترا به شکل ترانزیت از پاکستان می میان طرف آسیای میانه میرفت از ایران میان میرفت طرف آسیای می... ازبکستان میرفت گفتن که باید جلو از اینا باز بشه و خواستار از این شدن و وزیر سبه ترانسپورت وحدی از این سپورت که این مشکل کاملا برطرف میشه و برطرف شد خب آقای خلیل خب شما بهتر معلوم است که سکتور ترانسپورت یک سکتور بسیار کلان این مملکت است وقتی رئیس جمهور افغانستان حکم میکنه که هواید این سکتور توسط وزارت مالیه جمع آوری شود وزیر ترانسپورت دیگه صلاحیت این را نداره که به حکم خودش بنادر فعال بکنه و پول فیزیکی جمع بکنه این یکی از تخطی است که باید پیگیری شود که چرا حکم رئیس جمهور افغانستان شکستانده شده و بر علیه از او باز دوباره بنادر فعال شده ی اک موضوعی بحث جوړونه است چې باید روی ذکر شاو تا اېنمی مشکلات به وجود اورد. بحث دومره او مېسته چې قانون اساسی دولت جمهوریت اسلامي افغانستان دولت مکلف ساخته بر تامین جان او مال او امنیت مردم افغانستان. ما بری حکومت افغانستان مالیه مېتیم، ټاکس مېتیم، پول سرک مېتیم، پول کمیشن ترانسپورت مېتیم. شما وختي چې د تمام سرزمين افغانستان حرکت مکنید بشوره ها امنیت وجود ندارا. چور وجود داره چپاول وجود داره اخازی وجود داره دریورا کشته میشن مال مردم چور میشه بنان وقتی که تامین امنیت بر جان یک آدم نباشه ضرورت نیست که کسی در این مسیر حرکت بکنه بیا این صادقانه صحبت بکنیم که چرا ما نمیتونیم مدیریت کاری حکومت کرده و امی چوکی های حکومت ها بناحق بند انداختیم مشکل عمده کار دولت که به اینجا رسیده ناتوانی مدیرای حکومت در اصل وظایف هسته و اگر نه چرا اعتصاب صورت بگیره سکتور ترانسپورت یک هفته پیشتر اعلامیه کنفرانس دایر کرد در دا او کنفرانس خود مشخص ساختند که وزارت ترانسپورت دوباره حکم رئیس جمهور لغو کرده و دست به ایجاد بنادر اخذ کمیشن فیزیکی زده در راه ها امنیت وجود نداره دریورا کشته میشن مسافرین کشته میشن مال مردم چور چپاول میشه حکومت باید مسئولیت بگیره وزارت وزارت فوایدامه ترازوارا برای افراد شخصی به اجاره داده اونا به جای از اینکه عمو لاهیه دولتی را بگیرن سه برابر چهار برابر از او پول میگیرن ما میگیم امی ترازوی حکومت خود وزارت فوایدامه مدیریت بکنه تا وقتی که برای دیگه سکتور میتش به داد بیای وزارت داخله تغییر بیاره در سیستم امنیتی پست ها و ساعاتی که امن نیست مردم شکایت دارن اینا رو تغییر بته. شما بتر شما بهتر میفهمین حال ما به دو دولت مالیه میتیم یکی تالباز ما مالیه میگیره در تمام مسیر را یکی حکومت پس ما به چند حکومت مالیه بتیم یا حکومت رای خود امنیت بسازه تامین امنیت جان مال و موتر و وسایت و مردم ما را بکنه یا مالیه نگیره که ما به طرف بتیم که امنیت ما را تامین میکنه پس دهی دا ای دای این وضعیتی که ما به طالب مالیه بتیم ما به حکومت مالیه بتیم نه طالب تامین مسئولیت م... م... ما را بگیره و نه حکومت مسئولیت جان مال ما را حفاظت بگیره پس خیلی ما کجا بریم که اتصاب نکنیم ما از مجبوریت بیکاری ب... بمدیریتی بعضی اشخاص در درون حکومت دست به کار دادیم تا کلانای حکومت بفهمند که مشکل کلانی وجود داره و به این رسیدگی صورت بگیره تنها دیگه تکسپولی نیست که نه گفتن که لاش نیست تشکر ما یک وقفه کوتاه میگیریم بعد وقفه دوباره برمیگردیم بسیار خوش آمدین آقای احمدی نتایج اسلام قلعه را منتظر میمانیم تا وقتی که ایحد دوباره بر بگرده یک تا وقتی که بر بگرده بازار همونطور یک وضعیت هست شما گفتین شما با چوب نمیرین دیگه مداخله نمیکنین قانونم قانون هم منتظرشی که آیا عملی میشه یا نمیشه فکر نمیکنین که نیاز است که امروز بازار هر لحظه در تغییر است و این سر بازارهای افغانستان تاثیر میگذاره شما نشست استراری بگیرین وزارت تجارت وزارت ترانسپورت وزارت اقتصاد و وزارت مالیه تا مشکل مردم حل بکنین دقیقا در این قسمت تصمیم گرفته شد دیروز روی این مسئله بس صورت گرفت به صورت آجل میانه در ابتدا خود وزارت صنعت و تجارت همراه کل ایت رهبری و اینکه باید اقدام صورت بگیره به خصوص بحث و منابع استراتژیک مواد سوختی و مواد غذایی که شما گفتین و در هماهنگی با سکتور خصوصی افغانستان که باید جلو افزایش قیمت ها گرفته بشه در برخی از مناطق که برخی اقلام قیمتشان حالا خود سر بالا برده در این مورد کار جریان داره و همچنان در هماهنگی با وزارت ترانسپورت و وزارت فایدامه من برای شما بیشتر گفتم که زمانی که انمی آغاز اعتصاب بود جناب آقای قریانی وزیر صنعت و تجارت همراهی وزیر سپس ترانسپورت تماس گرفتن با اونا موضوع رو مطرح کردن دقدقی وزارت تجارت که دقدقی خود سکتور خصوصی رو مطرح کردن که باید مشکل به زودی حل بشه و اونا, اونا به صلاح وعده سپردن که ای مشکل به زودی حل میشه و یک روز یا دو روز نگذشت که ما بر ما روان کردن که هدایت داده بودن به تمام بنادر که از مطرای باربری فعلا تکس گرفتن نشه تا موضوع به صلاح حل بشه اینم دست از احتساب بکشن اما اینکه که حالا جناب خلیل مطرح میکنم درست است میگن که در مسیر راه ها مشکل نامنی وجود داره اما این اعتصاب گفته خودشان با که هم, هم از خود افغانستان شهروند نمیان یعنی افغانستان هستند. یک استرس از افزایش قیمت ها در دل مردم با وجود آورده و ای با امیدوارم در امی امروز تا دیگر یا این مشکل کاملا حل باشه تو دقدقی که مردم بله بله دن... چی مشکل 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 اولی که یکی تعرفه مشکل تعرفه هاست بلند رفتن تعرفه هاست تکساس که تکس شما میگیرین حضرت تجارت حضرت ترانسپورت با این مشکل رو برو است وزارت بل ترانسپورت بله بل بله بل بل با وزارت تجارت سهولت ها را بر تجار آماده نکرده در مثلا کجا؟ مثلا برق برق مثلا امنیت در کجا؟ در کجا امنیت؟ برق؟ امنیت بل بل این بر برق همه گفت چه معامل برق نیست دیگه کجا کدام بله؟ مثلا در کابل ندارن برق ببینیم کابل امروز کابل پنج سال پیش نیست ما, ما پنج سال پیش 20 داری. مگاوات برق برای سکتور از 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 تجارتی ما صنعتکار ما در... نظر امسال ما 400 مگاوات برق داره ما در می کابل که پارکو ما ما, شما ما در می کابل 2200 این صنعتی میریم که از به خاطر برق یک تجار یک سرمایه گذار رها کردن رفتن به خاطر که امنیت خوب نیست طفلشان اختطاف شده و اونا سی لک دلار سی ست هزار دلار پرداختن برای پولیسم نگفتن من پیشن مراجعه کردم که جناب تجار صاحب جناب اکس و وای خیر است ما میرم که امنیت صحبت میکنم میگن گپ نزنین که باز امنیتم از پیش ما بیس هزار دلار میگیره من پرداخت امور ندارم امروز شما می احتساب ترانسپورت زمینی که میبینین نمی مشکل است حتی مسائل هم وجود داره که میگن که از دریورا پول تقاضا میشه و وقتی که پول نباشه میگن که شما اگر کدام کلینر مقبول دارین ایره بر ما بیارین همچه مسائل وجود داره اگر شما کتمان میکنین یا شما ارزیابی ندارین به گفته آقای خلیل ای دیگه کمکاریه ای دیگه, دیگه کمکاریه کمکاری وزارت تجارت کمکاری وزارت ترانسپورت و کمکاری، قدرت اقتصاد و قدرت مالی است همه موضوع با هم خلط نشه بهتر است تفکیک بشه بحث, بحث, بحث امنیت کار ما وزارت صنعت و تجارت بحث ما تامین <applause> امنیت نیست. نیست ما پالیسی شما پالیسی امنیتی ببنیم. نمی سازیم ببینیم. ما تسهیلات برابر می کنیم برای تاجر ما بحث ما امنیتی ببینیم. شما نیست همیار 11 پارک صنعتی در افغانستان آماده توزیع زمین است در برق، در در هرات در جلال در خوست و ولایت دو هفته پیش ما یا 27 نمره زمین برای سندکارهای خوست ما توضیح کردیم که برای از تمام تحصیلات مهیا شده ما در آنچه که مربوط به مامش هیتی کاری ما میشه ما تمام وظایف خود درست انجام میدن. وزیر سه و تجارت تاکید میکنن که وزارت صنعت و تجارت با وجود سنتکار و تاجر ما یعنی وزارت سنت تجارت اگه سنتکار و تاجر نباشه وزارت سنت تجارت من او مفهومی نمیده بارها هم تاکید کردن در خط مقدم جنگ با دشمنان مردم افغانستان اول سرباز ماست سپس تاجر ماست سنتکار ماست وزیر سبیر با سرعت بارها با بارها مطرح کردن حالا اینکه شما برخی یک تعداد مردم میان بعضی چیزها رو مطرح میکنن من بازم میگم گویی نشه وارد جزئیات برین جزئیات میگن فساد وجود داره بله. عاملش خودشانن که دست به فساد میزنن چطور فساد میدن کارشان یک ماینای اعتص... تس... به جای اعتصاب فساد بیام کسی که پول میخواد برش پول ندن چهرهش شه افشا کنه حکومت چه بالاخره میشه به حکومت به آیا این موتورار که شما میبینید در اسلام قلا آتش گرفت فکر نمیکنید کلش بحث استاده کرده بودن که از پیش پول بگیرن حیات به ما دقیقاً پاسخ از میتونم ما میخوایم از آقای خلیل بپرسم آقای خلیل شما چی میگین؟ فساد من... میگین شما برنکس عکس بگیرین باز بر ما روان بکنین با از... خب ما صحبت های جناب مشاور سای وزارت تجارت شنیدم و ما, و ما واقعا متاسف هستم بخاطر خاطر از اینکه ما کل ما کشور زندگی میکنیم و واقعیت های یعنی جامعه خود به چشم میبینیم با کار کردن در حکومت نمیشه که واقعیت ها کتمان کنیم ما سخن بر از است که سکتور ترانسپورت افغانستان هم مربوط وزارت تجارت است وقتی جواز سکتور ترانسپورت وزارت تجارت توضیح میکنه ما 50% فیصد مسئولیت هایی که داریم کار با وزارت تجارت است کار با تاجر است ما هیچ وقت ندیدم وزیر تجارت نه تنهایی وزیر وزیرای دیگه یک بار سکتور ترانسپورت بخوایه به عنوان اداره که جواز بر از اینا توضیح کرده از مشکلاتشان پرسان کنه که شما چی مشکل داریم متاسفانه من ندیدیم اگر مشاور سیب ایتوری یک کار تا فعلا دیده باشن که ما حضور نداشته باشیم خب واقعا بفرمایید در غیر از او وضعیت در درون دولت افغانستان به جای رسیده که کارت به استخوان مردم رسیده دزدی چور چپاول رشوه تخازی دیگه جایداد برش نمانده مردم منتظر نان است ای در ایواری که 20 روز در مابین دشت استاده است اعتصاب کده ای بر خانه خود دی 20 روز یک لغمنان نان می برد اگر ای مجبور نباشه توقف نمیکنه او از مجبوریت توهین، تحقیر، تهدید، لطکوب، گرفتن رشوت مجبور شده استاده کده ما چرا همی واقعیت توریدگی جلوه بتیم که گویا مردم با حکومت هم سکتور ترانسپورت، تاجر افغانستان، بازوی دولت افغانستان است. اگر ای دولت بفهمه، این چار تا تاجر است که چرخ عظیم اقتصادی مملکت چرخ میته و اگر این تاجر نباشه، حکومت به خودی خود چی داره برای کار کردن؟ هیچ چیز نداره بنابراین، بیاین واقعی به خاطر خاطر عل مشکلی مردم کار کنیم امروز شما در رس ادارات... تکنیکی و مسلکی مملکت کسایی را دارین که اونا از امو بخش چیزی را نمی فهمند واقعا اونا نمی چطور به شکل مسلکی و تکنیکی کار کنند تا یه اداره را انسجام بتن تا امانگی به وجود بیارن تا سکتور خصوصی را وادار بسازن به شکلی از اشکال که کار بکنه با حکومت مشکلاتشان حل بکنن در نبوده ظرفیت کاری و مدیریت در حکومت شما چطور میتونین می چالش بزرگ مدیریت بکنین یکی از عوامل کلان است که ما بر پیشبرد امور کار در درون حکومت سلیقوی سیاسی تنظیمی قومی و زبانی عمل کردیم ادارات و حکومت با باج دادیم و اینمی عملش است که اینا نمیفهمن کار رسیدگی با مشکلات مردم شده نمیتونه یک واقعیت است که نه کار کرده میتونم نه مشاور صاحب این کار کرده میتونه بسیار تشکر ما بر میگردم یک وقفه میگیرم بعض وقفه چی باید شود چی باید کرد بس میکنیم آقای خلیل و آقای احمدی بیننده های عزیز یک وقفه کوتاه داریم دوباره خوش آمدین بفرمایید آقای احمدی خب حالا چی باید کرد در ابتدا در مورد صحبت های جناب آقای خیلی در که گفتم وزارت بخش های ترانسپورتی در افغانستان در هماهنگی با وزارت صنعت و تجارت کارهای خود پیش میبرند در این شکی نیست واقعیت همیست و ما زمانی هم که پیشتر مطرح کردم که جناب وزیر به صنعت و تجارت با وزیر به ترانسپورت صحبت کردن به خاطر دقدقی اینا بود چرا مسئولیت ما بود مسئولیت ما هم هست هنوزم پیگیری قضیه هستن اگر قرار باشه راننده موترهای باربری ما دست به اعتصاب بزنه یعنی بار تجارتی مانده پس این مستقیم برمگرده با وزارت صنعت و تجارت این موضوع شب و روز جدان پیگیری کردن تا این مشکل حل بشه و همیال هم تاکید رو از این قضیه دارن از جهت باعث حالا برخی سجوها که قیمت ها رو میبرن بالا از جهت دیگه به گفته از یا رانندهی که در دل دشت با موتر خود اونجا منتظره تا به صلاح دستور به او داده بشه که دا از اعتصاب دست بکش اموال انتقال بده او نیاز داره و از جهت که مسئولیت ماست مسئولیت وظیفی ماست بخصوص وزارت صنعت و تجارت تا این مشکل رو حل بکنه در ابتدا با وزارت ترانسپورت به تماس شدن وزارت فایده تماس شدن اونا وعده سپردن که این مشکل حل میشه دقدقی از یا دقدقی ماست این نیست که ما اگر تعبیری شده باشه که من گفته باشم که این کاری که وزارت، ها بخشا انجام دادم مربوط کار با مربوط به ما نیست نه دقدقی از اینا دقدقی ماست اینا اگر به اصطلاح که عمل کار دارن عمل دقیقا کار... بله ببینین ش... ما میگیم که دغدغه مشکلات ترانسپورت مشکلات همه مردم با وزارت تجارت است دقیقا ولی اینا عمل کار دارن که فردا باید تغییر بکنه ببنید. شما شما صحبت ما... کردین که یک تیم فوق العاده در وزارت تجارت همه از کارش رو کرده مم. باید مشکل مشکل تجار رفع شوه مشکل کسی که بخش ترانسپورت داره باید رفع شوه خب. این مسئولیت شما مسئولیت حکومت افغانستان است و در رأس حکومت افغانستان آقای رجب مرغنی است ببینید هر کار نیاز به زمان داره در حکومت آنی شرکت خصوصی نیست که یک بارگی همون مسئله رو بتوانیم با هر, قز... مسئله موضوعی که میشه حل بکنه این نیاز به زمان داره تیم رو از این قضیه کار میکنه تا روی بازنگری این مسئله که گفته آقای خلیل قبلا فرمان آمده بود در قسمت از طرف جلال و محترم رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان و گویا این مسئله نقص میشه بررسی میشه این قضیه اگر چون این باشه این مسئله بررسی میشه این وزیر سبه صنعت و تجارت ده میتونن مثلا از کنار از این عادی بگذارم که بخش ترانسپورت ما در اتصاب به سر ببره اموال تاجر ما در برخی از بنادر مانده باشه اصلا همچین چیز تحمل کردن از او وزیر سپه صنعت و, و تجارت تحمل این قضیه را ندارد همین لحظه ای که اینمی اتفاق افتاد گزارش از به جناب وزیر و سپورتم عاجل اقدام کردن آجل پیگیری کردن این نیاز به کمی زمان داره آنچه که مربوط به وزارت صنعت و تجارت بود از جانب وزیر سپه صنعت و تجارت او موضوع پیگیری شد بررسی شد و تحقیق شد بعد بر بر وزارت ترانسپورت شما از یک بررسی صحبت میکنین که هر روز اونجا گازم بلند میره مواد خوراکیم شاید بب بالا بره راهها بند از دیگه شما از یک بررسی صحبت میکنین اقدام نیاز است مردم اقدام کار دارد ببین کار هر کار, کار, کار اول ما برنامه بررسی شما داره. که نشر میشه امروز از صبح یک بیچاره غریب از صدر افغانی کار میکنه و وقتی که صدر پره باید گاز پرته صدر پره یک کیلو گاز پرته هم و یا همو بیچاره ای که باید در موتر خوش رو میکنه چقدر باید کرایه بده که تیل بالا رفته و یا هم آردن موتر شاید تاثیر بگذاره موتر برنج و همطور مسائل دیگه آقای موضوع مقطعی زود حل میشه چی وقت حل میشه حل میشه باز منتظر بررسی است نه بررسی شده ای مشکل حل میشه خب فکر میکنین حل شو موضوع یقینا بله هیچ چیزی نیست در دنیا که راه حل برش وجود نداشته مشکل هم ایست که اقدام نشده مه صحبتم ایست که وقتی کنفرانس متبوعاتی از طرف شورای انسجام ترانسپورت داده شد و مییاد قید شد که به ای تاریخ چاد دلوه اگه به مشکلات رسیدگی صورت نگیره ما دست به اعتصاب می زنیم اونمو زمانی بود که ادارات مسئول باید دست به کار میشدن و عرف تا ایجا نمی رسید که 20 روز از سکتور ترانسپورت اقتصاد و تجارت مملکت توقف است زمان وقتی وزیر ترانسپورت نوشته که اون نوشته چیزی در مکتوبشان قسمی آمده که وسایطی که توقف است از وسایطی که توقف است کمیشان عقض نگردد این یک مرتبه است تا همی اعتصاب میده شود این مشکل دولت افغانستان با یک روز میتونه حل کنه و سکتور ترانسپورت هم آماده است که این مشکل حل بسازه اما تا فعلا که ما شما صحبت میکنیم وزیر ترانسپورت وزیر تجارت وزیر فوایدامه و وزیر سیب داخله هیچ کدام اینا یک جلسه را با هم تدوید نکردن که سکتور ترانسپورت بخواین با اینا صحبت بکنن تعودات روی حل مشکلات صورت بگیره یک کنفرانس مطبوعاتی داده شوه که ما متحد هستیم که نی کارا را ما بررسی میکنیم خ... نه بررسی چی توقف ما کردیم اینا باید ما را بخواین صحبت شو که عوامل این توقفه ببینن وزارت داخله چی مشکلات است یاد داشت کند ترازوها چی مشکل داره در فواید ترانسپورت چی چالش داره تجارت چی چالش داره اینمی بخشها را اینا یادداشت کنن صحبت بکنیم یک کنفرانس مطبوعاتی داده شد و ما بگوییم که اعتصاب میده شد هر کس به کار خود ادامه بده هیچ کس تا فعلا حاضر نشده که روی علی مشکل حتی صحبت بکنه با این بخش چی رسه به این که ما بگوییم ای مشکل ختم میشه بلی این مشکل ختم شده نیست مشکل در دو ساعت ختم میشه در صورتی که حکومت بخواید اینا ماندن که این مردم خسته شد و خودشان پشترایشان بره در آینده یک ای عمل که به نام اعتصاب یا چیز دیگه صورت نگیره بگوین والا او دفعه خو اعتصاب کردیم کسی پشت ما نگشت دیگه ای از پیشش سرسری تیر شون من باور دارم که امو امو توانمندی مردم دگه با آخر رسیده حوصله مردم دگه با آخر رسیده چیزی را که ما میبینیم چیزی را که ما بیرون از نظام حکومت هستیم در سکتور خصوصی هستیم وضعیت میبینیم هم تاجر به آخر رسیده وضع توانمندیش حوصلش هم بخش تاجر ترانسپورت و هم دگه بخشایی که در این مملکت کار میکنند آقای خلیل شما مشکل کلانه که آتش سوزی که در چی صورت گرفت چی میدانین در اسلام خب شما خو میبینین کسایی که در اونجا صحبت ها کردن در تلویزیون تمام اونا ایتروانه بود ساختن که فساد بوده و توسط فساد توقف داده شده بوده و این تراکم وسایت صورت گرفته و عریق شده و این در گرفته از یک طرف ای قضیه 100 فیصد است که باید باسپور صورت بگیره که چرا صدها اراده واسطه مواد نفتی و گاز در مابین گمرک ده ها روز نگاه داشته شده باشه این خودش یک صحبت است که باید صورت به از طرف دیگه چطور نمیقدر وسایل در یک جای معین همگیش جمع آوری شده گمرک باید ظرفیتی را می داشت که قسمت قسمتی وسایل تقسیم می شدن با فاصله هایی که اگر خدای نخواسته یک حادثه رخ میداد داد آدسه یک طرف به طرف دیگر سرایت نمی متاسفانه هیچ نو از امو, امو کاری که برای حفظ مراقبت و برای امو حفاظت اینا دو گمرکات باشه دو وجود نداشته و همی باعث شده که هر صورت بگیره و این مهار نشه کدام سیستم بر مهار آتش اونجا وجود نداره کدام سیستم بر حالات استرار وجود نداره فقط یک جایی که همه را اثر یکی دیگه جمع بکو پول شبگی روانش که چیست گمرک، اینی عوامل باعث شد که تجار در اینجا صدمه بسیار کلان ببینه و طبق اظهاراتی که توسط کسایی که در اونجا صدمه دیده بودن صحبت کردن عوامل اساسیش در فساد است در گمرک خب من آقای احمدی در حال که فساد نمی پذیره باز میره به طرفی که برین به طرف جزیات فساد که کجا است یعنی یک کس باید فساد باشه که ما اقدام بکنیم آقای احمدی تانوس آقای خلیل می کدام نشست صورت نگرفته که قانه کنه تعداد کسا را نه وزارت تجارت نه وزارت ترانسپورت نه اقتصاد نه فایدامه و نه هم وزارت داخله تا قانه شوند که نه را دیگه مسئول است پوسته هایی که بر پلیس اوجب وجود داره اینا اخازی میکنن میگیرن مشر قوم پول میگیره طلبای کرام پول میگیره این تمام پول میای سر غریب بیچاره ای که در نان میخره سرو تاثیر میگذاره جوابگو مثل می پوشه که من اینجا هستم جوابگو ما هستم آقای غوریان جوابگوست آقای وزیر داخله جوابگوست آقای وزیر اقتصاد جوابگوست چرا جواب نمیدین آنچه که مربوط به وزارت صنعت و تجارت بود جلسه گرفته شد روی از این مسئله بحث شد موارد تکنیکی که مربوط به ما میشد او اونا صحبت شد این انتقال داده شد به وزارت ترانسپورت که دقدقه های اصلی ماست سکتور بخش ترانسپورت ما اعتراض دارم نگران هستن این موارد باید رسیدگی که بشه من وقتی که بر شما میگم نیاز به زمان داره موارد اول بعد بررسی شه و گفته آقای خلیل ببینیم بحث امنیت وزارت داخل اقدامات خود شروع کرده وزارت فواید عامه همچنین وزارت ترانسپورت که عملا مکتوبش آقای خلیل هم تایید کردن که برای هم گویا رسیده ای که گفته فعلا تکسپولی در این مورد گرفته نشه یک بارگی ما, ما،, برای شما از آدرس وزارت صنعت و تجارت بگم که دیگه خوزی در مسیر راهها نیست یک تعداد افراد تحت نام گروه های مخالف و مسلح تحت نام های مختلف گاهن میبینیم دست به سرقت میزنن این معمولا در تمام کشورها این چیز است در این کشورهای همسایه مثل پاکستان هم یا سرقت ببینید نشتا اسلامی وزارت مالیش او سم برای شما اینقدر تکس و وقتی کور نشته کرد دیگه طالب نمیگیره و شما او ورقه هم شاید داشته باشین که ورقه ها را هر تجاره که پرسان بکنین او ورقه را داره مقدار پول خود میگیره دیگه پول نمیگیره دیگه خوازی وجود نداره ام. که که بنام مشر قوم بگیره بنام بنام تکس پولی وزارت ترانسپورت بگیره بنام وزارت تجارت بگیره بنام دیگه وزارت ها بگیره ببینیم وزارت ترانسپورت و وزارت فایده همه تکسپولی که میگیرن او جنبه قانونی داره جنبه بی قانونی نداره و گفته از یا در گذشته از طریق وزارت به وزارت مالیه تحویل میکنه منظور ما. او بخششه آنچه که مربوط به ما بود ما کار انجام دادیم مربوط به وزارت تجارت صنعت و تجارت دقدقه تاجر ما دقدقه ما دقدقه صنعتکار ما دقدقه خود ما دقدقه بخش ترانسپورت ما دقدقه ما وقتی که از این مسئله وزیر مطلع شدن اولین تماس گرفتن با وزیر ترانسپورت بود که این مشکل باید به زودی حل بشه و اونا گفتن حل میشه در بحث مسائل فساد مطرح کردن کاش از بحث وزارت مالی می بودن تا در مورد دغدغه‌ای که بیشتر آقای خلیل مطرح کردم که چرا در گمرک همه جا مشخص نبوده برای بخش مثلا مواد سوختی مواد غذایی اینا اونا پاسخگو با وزارت مالی است ما دقیقاً مسائل تکنیکی در مورد گمرکات معلومات ما کافی نیست و اگر اظهار نظری بکنم جالب نیست خب میگن رای حل داره مشکلات دیگه بازار نرخ دام خمین مونه بالا میشه رای حل داره بیشتر آقای خلیل هم مسئله رو مطرح کردم رای حل داره پس قیمت ها بالا حالت عادی بیرون میره حالا من اگر بگم مثلا تا دیگر تا دیگر نشه فردا صبح مطمئنا باز میگیم که چرا یک گپ تو زدی و بحث کلیگویی که باز مطرح میشه که شما خدای نکرده واقعیت نگفتی یا بحث اون مسئله کلمه که خیلی معمول شده در میان رسانه که متهم میکنم به تو رو اما این مشکل تلا تمام تلاش صورت میگیره که مشکل حل بشه دقدقه مردم دقدقه ماست ترانسپورت دقدقه ماست این دقدقار داریم از او جهتی که ما یک, یک وزارت پالیسی ساز هستیم پالیسی میسازیم به اختیار قرار میدیم تا این مشکلات حل بشه شکر شما چی میگین رای حل که نزدیک باشه هم بازار مشکل پیدا حل شوه و هم مشکلات ترانسپورتی حل شوه چی پیشنهاد میکنید ما رای حل یک نشست ذات البینی بین سکتور خصوصی و اداراتی که زی دخل قضیه می بینم اونا اگر حاضر شوند در یک نشست صحبت ها روی صورت بگیره مشکلات و چالش ها را اونا یادداشت بکنن تعهد بسپارن برای حلش ما باور داریم این مشکل در ظرف دو سات حل میشه که هم باقی نمیمونه اما در صورت که در یک روز ته فعلا هیڅ ګونه اقدامې پر ازي نشوده ما فکر میکunum سالنګاری د دې رابطه از ادارات څه کې د زیاده خلسستان او وونه چون از بس کې برمو توواد سپردن او عملي نه کولن چشمه بر ديدنه او ورشنيدنه موضوع نندارن م... فکر میکونئ کومه مشکل خب که نشي مشکل باقي است د مجبور استن که باید شوه با مې روزي که مشکل حل شوه او غازه نمانه مرامیاله پرشن کدب مشکل گاز مشکل تیل بسیار تشکر بسیار خوشو را قائم فرمایید بسیار ما همین قدر بود تا آدم دیگر شما را به خدای کریم و رحیم می سپارم امیدوار هستم که مشکل شهروند افغان که در هر کنار از افغانستان زندگی میکنند حل شود با امید روز شما را به خدای کریم و رحیم می سپارم الله یار مندگارت.